آیدین کامان، کسی هسته هلو رو نمیخوره. یه چیزی گفتی ها. خب بعدی رو بریم. اینم توت فرنگیه. خوردن توت فرنگی نه تنها کمک میکنه به بدنتون از نظر به اصطلاح میدونین که جزء بریا هست و بریا میتونین که میتونه آنتی اکسیدان بدنتون رو که تازه میدونین آنتی اکسیدان یعنی حمله میکنه به اون فری رادیکال هایی که توی بدن آزاد میشن که از همون اکسیژن اضافی که در بدن آزاد میشه و میتونه تولید بیماری و سرطان بکنه. ببینین چقدر میتونه براتون مفید باشه. حتی شکرش هم خیلی کمه، یعنی شما یه کاسه رو بخورید یا یه نصف، مثلا الان فکر کنم 7-8 تا استرابریه که میبینید یه دونه نصفی فقط توش قند داره و واقعا میدونید که استرابری همونطور که بهتون گفتم بلوبری، استرابری یا بهتر بگم توت فرنگی و اینها جزء دسته از میوه‌جاتی هستن که آنتی اکسیدانتن. اینم هندونه خوشمزه آبدار که هم آب بدن رو بالا میبره. ببینید چقدر توش یه قاشق هندونه چقدر توش شکر داره و میدونید که مواظب باشید وقتی میرید مهمونی غذا میخورید بعد از غذا بلا فاصله خوردن هندونه نفخ در شما به وجود میاره و میتونه به جایی که خیلی خوشمزه باشه و بعدش احساس خوبی داشته باشید بعد از اون غذا خوردنش احساس خوبی رو بهتون دست نمیده. و اما امروز میخوام در مورد آناناس باهاتون صحبت بکنم، اما همینجا آناناس رو نگاه کنید که بعد که رفتیم در موردش صحبت کردیم ببینید که این آناناس فقط 2 تا دونه این توش شکر داره و بسیار میوه خوشمزه‌ای هست و میوه انرژیزایی هم هست. این هویج که مفیده توش ویتامین A زیاد داره و برای مغز، ببخشید، برای دیدتون، برای دیدن خوب همیشه توصیه میکنن هویج بخورین، تازه معده‌ام پر میکنه و خوشمزه هم هست که اگر این خرگوش بیچاره میدونسته که چقدر این برای بدنش مفیده یه دونه یه کاسه‌ش رو بخورید، یه دونه فقط توش قند داره و خوشمزه هم هست. و اینم بلال، راست میگی، بعضی موقع آیدین به من کمک بکنه یادم میره، این بلاله. میبینیم بلال توش یه دونه و نصفی بیشتر قند نداره و خیلی هم خوشمزه است. اگرم حوصله ندارید که بپزیدش یا به قول خودتون کثیف میکنه همه خونه رو، بندازید این بلال رو توی یک به اصطلاح قابلمه آب جوش، بذارید جوش بیاد، بعد وقتی که آوردینش بیرون یه ذره روش لیمو ترش بزنید با نمک و نوش جان کنین که بسیار هم خوشمزه است. البته بعضی از این به اصطلاح فست فودا که میریم بهتون مثلا ازتون میپرسه که مثلا شما سیب زمینی سرخ کرده میخواین یا براتون بلال بیاریم، که فکر میکنم چویس دوم بهتر باشه. این هم کچاپ یا سس بهش میگفتیم، آره سس گوجه فرنگی، آره تو ایران هم یادم اینم کچاپ بهش میگفتن، که کچاپ خیلی نگاه کنید یه ذرهش یه دونه قند توش داره، یه ذره کوچولوتون کاسه رو نگاه کنید توش یه دونه قنده، یعنی مثل انگاهی که شما حالا همه آدم ها رو در نظر بگیرید، هم رو ماکارونیشون میریزن هم روی اون سیب زمینی که خیلی هم خودش خطرناکه برای بدن. ببینید چقدر کچاپ استفاده میشه. این هم شما میخواین غذاتون رو خوشمزه کنید و سالاد خوشمزه‌ای رو نوش جون کنید، ببینید یه ذره از این سس مخصوص سالاد چقدر توش قند داره. یه دونه قند تو این کاسه کوچیک کردن ها؟ آها، من ولی اینجا یه دونه میبینم. بعد این هم اگه دقت کرده باشین سالسا خور اگه باشید، این برای سالسا خوبه و افرادی که میشینن اون چیپسا رو با این میخورن بدونن که یک کاسش یک کیلو نصفی قند توش وجود داره. وای 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 وای، شمایی که میخواییم برین دونات بخورید و بسکویت های پر از شکر که من فکر کنم تقریبا شبیه این تو ایران
مثلا اون چیزای قندی بزرگ داره، گوش فیل، ببینین چقدر توش قند داره. حالا اینو مقایسه کنیم با گوش فیل خودمون. اینم که دیگه فهم کنم این عکسه میره برای این روش قند میبینی، من قند نه، یه دونه قند داره. ببینید این خیلی برای بدنتون مفیده. امروز هم میخوام